به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد همراهان خوب برنامه دریچه دانایی شاگردای خوب سنف نهم سلام وقتتان بخیر امیدوار که حال همه شما عزیزان خوب باشه و درس گذشته تان به خوبی مطالعه کرده باشید خب شاگردای خوب با سپاس از خدای بزرگ و مهربان ما و شما به دوازدهمین جلسه از مضمون بیولوژی صنف نهم رسیدیم که در ابتدا مانند جلسات گذشته ابتدا بریم و درس خود مرور کنیم و ارزیابی داشته باشیم و بعد از او امروز با یک سیستم جدید دیگری از اعضای بدن آشنا بشیم خب شاگردای خوب صنف نهم دقت داشته باشید که سوالات امروز سوالات صحیح و غلط هست و زمانی که نوع سوالات صحیح و غلط ما برای شما انتخاب میکنم شما باید دقت کافی داشته باشید خب سوال اول تنگ و گشاد شدن رگه ها را نبز میگویند ما و شما میدانیم که این یک جمله صحیح هست اگر از نوع رگ سوال بشه میگیم که همون رگه هایی که از روی یک استخوان عبور میکنه ما نبض ده اونجی حس میکنیم سوال دوم تب تعداد ضربان قلب را کاهش میدهد این جمله یک جمله چیه آفرین به اونایی که خوب دقت کردن یک جمله غلط است چرا که در جلسه گذشته ما و شما یاد گرفتیم انجام کارهای سقیل و تب و حرکاتی مانند دویدن باعث میشه تعداد ضربان قلب افزایش پیدا کنه نه کاهش سوال سوم کرویات سرخ خون در اقادات لنفاوی کار دفاعی بدن را انجام میدن اگر ما و شما درس خوب و با دقت نخوانده باشیم با دیدن کلمه اقادات لنفاوی و کرویات خون و نقش دفاعی بدن پس تصمیم میگیریم که این جمله را یک جمله صحیح بدانیم اما نوع کرویات باید دقت کنیم او کرویاتی که در اوقادات لمفاوی بود و کار دفاعی را انجام میداد کرویات سفید خون بود نه کرویات سرخ پس این جمله را غلط میکنم سوال بعدی حمله های قلبی به علت بندش شریان اکلیلی قلب است این یک جمله کاملا صحیح است چرا که شریان قلب شریان اکلیلی یا کرونری نام داشت که تحت هر عاملی اگر این شریان دچار بندش یا انصداد شود خطر ابتلا به حمله های قلبی بسیار بسیار افزایش پیدا کند سوال بعدی رگه های لمفاوی جز و است که یک سر آنها مسدود است خب ما و شما میدانیم که یک جمله صحیح است چرا که رگه های لنفاوی تنها رگهایی هایی بودن که از یک سر مسدود بودند و از سر دیگر به اقادات لنفاوی می رسیدن اما رگه های دیگر بدن بدن ما و شما هیچ جا سر مسدود نداره و ختم یا تمام نمیشه یا رها نمیشه بلکه سرخ رگه ها شاخه شاخه میشه میشه مویرگ و مویرگ ها مجددا یک میشه و ورید ها را میسازه و ورید ها و شریان ها در سر تا سر بدن ما و شما در تمام اندام ها یکی وارد و یکی خارج میشه منشأ مایع لمفاوی همان مواد منحل و خارج شده از رگ هست ای هم یک جمله صحیح هست چرا که ما گفتیم اگر صد عدد مواد صد عدد مولکول از داخل رگها خارج بشه 90 درصد مواد خارج شده پس به داخل رگها بر میگردن اما ده درصد باقی مانده خود به داخل رگهای لنفاوی میرسانه و تشکیل مایع لنف میده پس منشأ مایع لنفاوی همون مواد منحله خارج شده از رگها است خب شاگردای خوب سنف نهم ما و شما امروز با یک سیستم جدید در ساختار بدن انسان ها آشنا میشیم تحت عنوان سیستم اطراحیه که بسیار بسیار سیستم مهمی است البته فراموش نکنید تمام سیستم های بدن موجودات زنده من جمله انسان اهمیت و جایگاه خود داره طوری که اگر هر کدام از این سیستم ها دچار نقصان و آسیب بشه بقیه سیستم های بدن بقیه سیستم های ما و شما هم دچار اختلال میشن خب سیستمی که امروز ما و شما با او آشنا میشیم سیستم اطراحی است اما قبل از اینکه بریم و ببینیم اجزای سیستم چی است و کار این سیستم چی است و ای که اگر این سیستم کار و وظیفه و نقش خود به درستی انجام نده ما و شما را به چی درد میندازه ضروریت وجود همین سیستم را ما و شما بخوانیم و یاد بگیریم ببینیم چه نیازی به وجود همین سیستم اطراحیه در بدن است خب شاگردای خوب در جلسه گذشته ما برای شما اشاره کردیم که حجرات مختلف بدن ما و شما در مجاورت مویرگه های بدن قرار داشتند. زمانی که رگ های لمفاوی را تشریح می کردیم برای شما این شکل کشیدیم و توضیح دادیم حالا ما دیگه وارد جزیات این شکل نمیشیم میخوایم یک چیز رو برای شما بگیم که وقتی که موادی که از منافذ مویرگه ها خارج میشه بجز کراویات سرخ و پروتئین ها مثلا آب خارج میشه مثلا اکسیژن خارج میشه مواد غذایی گلوکوز و غیره حالا این مواد خود به حجراتی تک تک حجرات بدن میرسانه حالا چگونه این مواد وارد میشه در سالهای گذشته خواندید که ما اینجا اشاره نمیتونیم به طور مفصل بکنیم اما نام او نحوه حرکت و انتقال بعضی ها از طریق انتشار بعضی از طریق انتقال فعال و بعضی از مواد از طریق فشار آسموسی یا فشار اسموزی وارد این حجرات میشه به عبارتی آنچه را تک تک حجرات بدن ما و شما نیاز داره جذب میکنن حالا تعاملات یا تبادلات بیولوژیکی انجام میشه و با انجام هر تعاملات بیولوژیکی یک سری مواد زائد و مواد فاضله تولید میشه خب این مواد باید از اطراف حجرات جمعآوری بشه و تنها جایی و تنها بخشی که در سرتاسر حجرات سر بدن ما و شما دسترسی داره خونه باید دوباره به داخل خون بیاید حتی اگه به خاطر داشته باشید رگه های لنفاوی را هم که تشریح کردیم گفتیم اگر ده درصد مواد خود به داخل رگه های لنفاوی رساندن بعد از عبور از اقادات لنفاوی سرانجام ای ده درصد هم به داخل خون بر خب این مواد فاضله یعنی مواد اضافی چیزی که حجرات بدن نیاز نداره و باید این مواد از خود دور کنه هر حجره ای که نتونه مواد فاضله را از خودش دور کنه دچار دو اختلال و آسیب میشه و با توجه به ای که این حجره در ساختمان کدوم سیستم بدن ما و شما هسته همون سیستم دچار امراض میشه خب این مواد فاضله خود به داخل خون میرسنه حالا این 90 درصد و این 10 درصد سرانجام دوباره این مواد خود به داخل رگها برگردانده و حالا این رگها از یک قسمت از بدن ما و شما به نام گرده ها باید عبور کنه و مواد را که قابل انتقال هست یعنی مواد فاضله مایع یا حل شده در مایعات را به صورت ادرار از بدن خارج کنه که این تنها کار یا تنها نقش و وظیفه مهمی است که فقط سیستم اطراحیه میتونه را انجام بده. حالا اگر مواد جامد باشه که به صورت مواد قایته از امعای کوچک و بزرگ عبور کرده و دف میشه. اگر گازات باشه، بالاخره از ریههای ما و شما از داخل کیسههای هوایی و سیستم ریوی که قبلا خواندیم وارد محیط میشه. اما مایعات باید از گرده ها عبور کنه و به صورت ادرار از بدن خارج بشه. این سیستم این کار و این ها را سیستمی در بدن ما و شما به عهده داره به نام سیستم اطراحیه آشنایی با سیستم اطراحیه ما و شما با سیستم اطراحیه بیشتر آشنا بشیم پس از انجام فعالیت های حیاتی گفتیم مواد اضافی تولید شده باید از حجرات خارج شود شاگردای خوب دقت کنید من حتی دیدم در بعضی از سوالات چهار جوابی به جای مواد اضافی حجرات آورده یعنی گفته پس از انجام فعالیت حیاتی حجرات اضافی باید از بدن خارج شود که شاگردا باید دقت کنه اینج مواد اضافی باید از بدن خارج شود خون مواد اضافه را از حجرات به سیستم اطراحی منتقل و سپس از بدن دفع میکنه زایعات حجرات بدن ما و شما چی هست اینا را ما و شما باید بشناسیم شاگردای خوب دقت کنید با توجه به اینکه ما چینو نوع مواد غذایی مصرف میکنیم زایعاتی که از حجرات بدن خارج میشه هم متفاوت است از غذاهای هضم شده انرژی و مقداری مواد اضافی تولید میشه خواهی انرژی که صرف نیازها و فعالیتهای روزمره ما و شما میشه اگر انرژی تولید شده بسیار زیاد باشه به صورت گرما یا به صورت عرق هم از بدن خارج میشه اما اگر مقدار انرژی دریافت شده بسیار بیش از اون چیزی باشه که ما نیاز داریم ما بقی ابتدا به صورت گلایکوژن و سپس به صورت چربی در بدن ذخیره میشه که انشالله در سنف ده اینا را مفصل میخوانید خب این مواد اضافی تولید شده شامل موارد زیر است کاربون دایوکساید، یوریکاسید، آمونیا، آب اضافی، یوریا و املاح اضافی خب هر کدام از اینها یک مقدار معین و یک مقدار طبیعی و مشخصی در خون داره که اگر گرده های ما و شما نتونه این مابقی مقدار اضافی را خارج کنه ما و شما دچار اختلال و ناراحتی ها و امراض خواهیم شد خدای نخواسته من جمله یک مثال برای شما بزنیم اگر یوریکسید خون بالا بره معمولا این بیماری که به وجود آمده به نام بیماری نقرس یاد میشه و حتی او را در اصطلاح آمیانه بیماری پولدارا ثروتمندا میگن چرا چون افرادی هستند که گوشت قرمز یعنی گوشت گاو و گوشت گوسفند زیاد مصرف میکنن و مقدار یوریک اسید اونها بسیار بسیار بالا میره حالا اگر گرده های اینا هم نتونه کار خود به خوبی انجام بده اینا ابتدا در دایره مخصوصا در انگشتی کلان پا انگشت شست پا احساس میکنن و بعد از او به دکتر صاحبای محترم که مراجعه میکنه دکتر صاحبای محترم اونا را هم به اکسری روان میکنه تا هم عکسی گرفته بشه از استخوان های پای اینا و هم به معاینات لابراتواری که مقدار یوریک یا اوریک اسید هر دو به یک معناست چی اوریک اسید بگید و چی یوریک اسید اندازه گیری میشه تا مشخص بشه که نکنه این یوریکسید اضافه در استخوان‌ها رسوب کرده و دردهای شدید را در انگشت کلان یا در زانوها و مفاصل به وجود آورده. حالا ما و شما میریم تا سیستم اطراحیه رو بخوانیم که چه قسمت هایی از بدن ما متعلق به سیستم اطراحیه است اجزا سیستم اطراحیه خب شاگرد خوب دقت کنید سیستم اطراحیه ما و شما شامل دو عدد گرده لوبیایی شکل این گرده یا بعضی یا کلیه هم به اینا میگه دو قسمت نعل شکل یا دو قسمت لولهی مانن به نام حالب که به هر دو از اینا با یکدیگر حالبین گفته میشه که سرانجام ای حالب یا حالبین به یک بخش دیگه به نام مسانه میرسه که در انتهای این مسانه ما دو عدد اسفنگتر یا دو عدد دریچه داریم اسفنگتر داخلی و اسفنگتر خارجی خب این اجزای سیستم اطراحی است پس سیستم اطراحی شامل گرده ها، حال حالبین مسانه و یک بخش مهم که مایه هست که در دا داخل مسانه ذخیره میشه به نام ادرار این چهار قسمت اصلی را داره گرده حالبین مسانه و ادرار خب حالا ما شما اینا رو میخوانیم تا ببینیم که چه ویژگی هایی داره و ما اینا رو چگونه تشخیص بدیم ابتدا گرده ها یا کلیه ها رو با یکدیگر میخوانیم خب شاگردهای خوب فراموش نکنین هر انسانی دو عدد گرده داره یا دو عدد کلیه داره که این کلیه در دو طرف ستون فقرات یا مهره های این افراد متمایل به پشت هست خب در تصویرم تصویر هم شما میبینین به دو طرف ستون فقرات در ناحیه کمر زیر حجاب حاجز و در بین انساج شهم شه قرار داره خب حجاب حاجز یک پرده ای بود که در فصل اول که سیستم حازمه را تشریح کردیم و خواندیم با او آشنا شدیم این پرده هجاب حاجز یا دیافراگم یک پرده گنبدی شکلی بود که هم در سیستم تنفسی نقش داشت و هم در سیستم حازمه در سیستم حازمه احشای شکم را از قفسه سینه جدا میکرد و در سیستم تنفسی با بالا و پایین رفتن خودش دم و بازدم حجم قفسه سینه را کم و زیاد می خب حالا این گرده های ما و شما لوبیای شکلم هست و بر روی هر دو گرده مقدار چربی که در این تصویر به صورت زرد نشان داده شده قرار داره و قسمت فوقانی یا بالایی گرده ها یا کلیه های ما و شما خب کار اصلی که گرده های ما و شما انجام میده تصفیه خون هست خون تصفیه میکنه و ادرار تولید میکنه اما جالبه بدانید که ما و شما خواندیم زنان چهار و نیم الا پنج لیتر خون دارن و مردا پنج و نیم الا شیش لیتر ما بگیم به طور متوسط پنج لیتر پنج تا شیش لیتر یک انسان خون داره حالا اگر بخوایم در یک شبانه روز یعنی در 24 ساعت ما را حساب کنیم 350 بار این خون ما و شما از گرده ها عبور پیدا میکنه از هر گرده 350 بار عبور پیدا میکنه به طوری که میتونیم بگیم گرده ها دو هزار لیتر خون در یک روز تصفیه میکنه پس ببینین چقدر عضو مهم و چقدر عضو مهم و خاص را ما و شما داریم به نام گرده که ممکنه قدری از او را ندانیم تنها بیمارانی که خدای نخواسته کارشان به دیالیز میرسه اونا میفهمن که این گرده چه نعمتی هست که خداوند به ما و شما داده همو دستگاه دیالیز برای کسایی که دیگه گرده های از اونا ای تصفیه را نمیتونه انجام بده و هر هفته حداقل دو مرتبه باید به دستگاه دیالیز وصل بشه یعنی خون اونها از یک دست و یک شریان اصلی به داخل دستگاهی به نام دیالیز میره اونجا تصفیه میشه و از یک دست دیگه دوباره به بدن برمیگرده بعضی از شریان های اصلی دست این کار انجام میدن در بعضی از بیماران از شریانهای اصلی گردن ای کار انجام میشه و یک سری لوله ها یا شانت های را در داخل شریانها قرار میدن که بسیار بسیار هم کار پرهزینه هست و سخت و بسیار هم دردناک هست که ما دعا میکنیم که خداوند هیچ کسی را مبتلا به این امراض نکنه اما ما و شما باید بسیار مراقب گرده ها و کلیه های خودمان باشیم خب گرده ها یا کلیه های ما و شما وظایف دیگری را هم در بدن انجام میدن یکی حفظ تعادل آب بدن هست خب شاگردای خوب ما شاید برای شما زیاد پیش آمده باشه که زمانی که در طول روز مایعات و آب زیاد استفاده میکنین خب ادرار هم زیاد تولید میشه باید هم به همین صورت باشه اگر آب و مایعات ورودی بدن زیاد باشه اما ادرار تولیدی کم باشه و به صورت غیر طبیعی مایات از بدن دفع نشه انسان دچار ادم خیز یا ورم میشه دست و پا و صورت و اعضای بدن ورم میکنه ما گفتیم یکی از مواد اضافی که گرده ها در ترکیب ادرار از بدن خارج میکرد آب اضافی بود آب بسیار بدن برای بدن ما و شما همیت داره چرا که انشالله قدری که در کیمیا میخوانید میبینید برای انجام تا... تمام تقریبا میتونیم بگیم برای انجام اکثر تعاملات کیمیاوی ما احتیاج به حضور آب داریم و آب هم به عنوان ماده اولیه و هم به عنوان یک ماده تولید شده در تعاملات کیمیاوی و بیولوژیکی در حجرات حضور داره خب گرده ها هستن که اگر آب زیادی خورده میشه باید آب اضافی را از بدن خارج کنه و اما در فصلهای گرم مثال مانند تابستان ها ما و شما آب هم بر اثر تشنگی زیاد مصرف میکنیم بدن ما و شما نیاز به آب زیاد دارد در نتیجه گرده ها مقدار خروج آب کاهش میدن بر حسب نیاز بدن بر حسب دمای محیط و فصلی که ما و شما زندگی میکنیم مقدار آبی را که در ادرار یعنی حجم ادرار تنظیم میکنه کم و زیاد میکنه خب اگر مقدار آب خیلی کم باشه هم ما دچار مشکل میشیم تعاملات به درستی انجام نمیشه و اگر خیلی زیاد باشه هم باز هم گفتیم ش... ما و شما دچار اختلال و مشکلاتی میشیم نقش دیگری که گرده های بدن برای ما و شما انجام میده فشار خونه به حالت ثابت نگه میداره خب ای بسیار بسیار مهم است انشاءالله در بیولوژی سنف دوازده زمانی که هورمون های بدنه بخوانید میبینید که حتی کلیه ها یا گرده های ما یک هورمونی را آزاد میکنه که حتی خود این هرمون هم در ثابت نگه داشتن فشار خون نقش داره اما امسال ما و شما میخوانیم زمانی که ما, ما چیزای شور و مواد غذایی پرنمک استفاده بکنیم خب این نمک ها میشکنه و تبدیل به یونها میشه و این یونهای اضافی از طریق ادرار باید از بدن خارج بشه معمولا کسانی که فشار خون بالایی دارند اگر مراقب فشار خون بالا نباشند و دواهای خود به موقع استفاده نکنند و در رژیم غذایی خودشان هم ملاحظات را انجام ندن به مرور زمان گرده های اونام آسیب میبینند یا کسانی که خدای نخواسته سنگ گرده دارن و مشکلاتی را مشکلات و امراض گرده را دارن ممکنه در دا آینده دچار فشار خون هم بشن که همه این امراض مانند حلقه های زنجیر به یکدیگر ارتباط داره زمانی که فشار خون بالا میره باز خطر حمله های قلبی خطر سکته ها و حمله های قلبی و مغزی را هم به دنبال داره که این کار و وظیفه بسیار مهم بخش های دیگر بدن هم در حفظ فشار خون ثابت نقش دارن که اینجی آشنا میشیم که یکی از اونا گرده که نقش بسیار مهم میره داشت خب اما گرده ها را ما گفتیم که گرده های ما و شما به شکل لوبیایی هست خب در شکلی که در پای تخته ما برای شما کشیدم ای از خاطرم رفت که یک بخشی دیگه ای هم به نام ناف گرده داریم که حالا ما برای شما در پای تخته نشان میدم که این ناف گرده کجا هست خب شاگردان خوب دقت کنید همین قسمت فرو یا انحنای گرده ها که حالبین به اونجا وارد میشن ناف گرده نام داره ناف گرده اما بخشایی که به گرده در محل ناف گرده قرار داره فقط حالب نیست در محل ناف گرده ما حالب را داریم شریان داریم و ورید شریان ها و ورید ها و حالب از یک قسمت از گرده به نام ناف گرده وارد گرده ها میشه خونه میبره توسط شریان ها و باز در جلسات بعدی میخوانیم که چه اتفاقاتی میفته و از اون طرف باز مواد اضافی در, وارد ترکیب ادرار میشه و به داخل مسانه میایه و اینکه چه زمانی مسانه پیام به مغز یا سیستم دماغی میده و که انسان احساس به اجابت مزاج پیدا میکنه را هم ایشالله در درس و جلسه آینده با یکدیگر میخوانیم خب شاگردای خوب و عزیز ما امیدوار هستیم که از درس امروز لذت برده باشید و چیزای جدید و خوبی را یاد گرفته باشید همه شما عزیزان تا جلسه بعدی به خدای بزرگ میسپارم فراموش نکنید که درستان به خوبی بخوانیم و با آمادگی کامل پای ویدیوهای درسی برنامه دریچه دانایی بشینید تا جلسه بعدی خدایا رو نگهدار شما